دانش به زبان ساده. هزار سال پیش در ناحیه خوارزم کودکی پای برسه گیتی نهاد تا بعدها شعاع کره زمین را به شیوه اینو محاسبه کند. ابو ریحان بیرونی ریاضیدان، ستاره شناس، جغرافیدان، فیلسوف، انسانشناس، فیزیکدان، تاریخ نگار، داروشناس، گیاهشناس و هندشناس بزرگ ایرانی بود که به چند زبان از جمله زبان یونانی، سانسکریت، عبری و سوریانی مسلط بود و به همین دلیل به منابع علوم یونانی و هندی دسترسی مستقیم داشت. ابو ریحان بیرونی دانشمندی آزادمنش و کنجکاو و در نگارش رفتار اقوام نیز بی‌طرف بود و می گفت که برای نزدیکی و دوست داشتن یک قوم زبان آنها را یاد بگیرید و به فرهنگ و آداب و رسوم و تفکر و دینشان احترام بگذارید. 35 نوشته از 150 نوشته وی درباره ستاره شناسی است. وی نظراتی راجع به چرخش زمین به دور خود و نیز به دور خورشید داشت و قبول یا رد آن را سخت ترین مسئله زندگیش می دانست. به پاس خدمات وی به علم، حفره‌ای در کره ماه به نام ابو ریحان بیرونی می باشد. هزار سال پیش ابو ریحان بیرونی با شیوه جدید شعاع کره زمین و در نتیجه محیط آن را محاسبه کرد. وی در مرحله نخست ارتفاعی کوه را محاسبه می کند و برای این کار نخست دو نقطه در سطح دریا که با هم فاصله مشخص دارند را در نظر گرفته و سپس اندازه زوایای این دو نقطه با نوک کوه را اندازه می گیرد. بدین ترتیب با استفاده از علم جبر و مثلثات اندازه ارتفاع کوه را مشخص می کند. در مرحله دوم از قله کوه افق زمین را رصد کرده و به این شکل سه نقطه یک مثلث را به وجود می آورد. نقطه قله کوه، نقطه مرکز زمین و نقطه افق زمین. ابو ریحان بیرونی با داشتن اندازه زاویه افق و ارتفاع کوه که در مرحله نخست محاسبه شده بود توانست آر شعاع کره زمین و در نتیجه محیط آن را محاسبه کند. ابو ریحان بیرونی کمتر از 1% در محاسبهش اشتباه کرده بود. رازی، عبدالرحمن صوفی، ابو ریحان بیرونی، ابن سینا و خیام از آخرین دانشمندان ایرانی در کالیبر جهانی بودند. از آن زمان به بعد نام ایران برای چند قرن از نقشه جهان پاک شده و حتی در ادبیات نویسندگان و شعرهای نامدار نیز نامی از ایران تا درخشش برق شمشیر شاه اسماعیل و نادرشاه برده نشد. در آغاز با عدد میلیارد شروع کنیم. معمولاً از این عدد برای اندازه مقدار بودجه سالانه دولت‌ها در مجلس و نیز فواصل بسیار بسیار طولانی میان سیارات، ستاره‌ها و کهکشان‌ها استفاده می‌شود. 1 میلیارد تعداد ثانیه‌های موجود در 32 سال است. بدین ترتیب غیر ممکن است که کسی بتواند از 1 تا 1 میلیارد را بشمارد. عدد 1000 را در 1 ربع ساعت می توان شمرد. برای شمارش 1 میلیون نیز باید برنامه ریزی درستی داشته باشیم. یعنی 1 ساعت در روز به مدت 1 سال و هر بار دنباله شمارش را از جایی که در دفعه قبل رها کرده بودیم ادامه دهیم. اگر کسی بخواهد تا 1 میلیارد را بشمارد باید 100 سال عمر کند و تمام عمرش هم مشغول شمارش اعداد باشد. باید در نظر داشت که برای شمارش هر عدد باید تا 3 ثانیه وقت گذاشت.
برای نمونه عدد 362,458,328. برای نوشتن 1 میلیارد به شیوهی خواناتر باید از توان استفاده کنیم. 1 میلیارد برابر 10^9 می باشد. به عبارت دیگر عدد 10 را 9 بار در خودش ضرب می کنیم. 10 ضرب در 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 10. در عملیات ریاضی وقتی از توان استفاده می کنیم باید بدانیم که معمولاً خیلی سریع با یک عدد بزرگ سر کار خواهیم داشت. در این افسانه سیسای که بازی شطرنج را اختراع کرده بود، آن را به پادشاه خود تقدیم می کند و پادشاه برای قدردانی از سیسا می خواهد که چیزی از وی خواسته تا آن را برآورده کند. سیسا به شکلی ساده صفحه شطرنج را جلوی پادشاه گذاشته از او درخواست می کند که در خانه اول شطرنج 1 دانه برنج، در خانه دوم 2 برابر خانه اول یعنی 2 دانه برنج، در خانه سوم 2 برابر خانه دوم یعنی 4 دانه برنج، در خانه چهارم 2 برابر خانه سوم یعنی 8 دانه برنج و به همین ترتیب تا خانه 64 صفحه شطرنج در هر خانه 2 برابر خانه قبل دانه برنج بگذارد. در نگاه نخست این تقاضایی است ساده، اما نباید از قدرت توان در ریاضیات غافل بود. تعداد برنج ها را به این شکل با 2 به توان‌های از 1 تا 63 می توان نوشت. پادشاه پی برد که هرگز نخواهد توانست خواسته سیسا را برآورده کند. در حقیقت با این درخواست ساده سیسا خواستار 18 میلیارد دانه برنج شده بود. برای تصور بهتر این عدد باید گفت که با این مقدار برنج تمام 8 میلیارد انسان ساکن کره زمین را می توان برای چند قرن غذا داد. حال تعداد ذرات زیر اتمی که در کیهان قابل دید وجود دارد را در نظر بگیریم. نخست تعداد الکترون، پروتون و نوترونی که در یک جسم وجود دارد. سپس تعداد الکترون، پروتون و نوترون موجود در کره زمین، خورشید و کهکشانهای موجود در کیهان قابل دید. یعنی میلیاردها میلیارد ستاره و کهکشان. تخمین زده می شود که تعداد این ذرات زیر اتمی در حدود 10^80 باشد. یعنی 1/80 در جلوی آن. در نگاه نخست می توان گفت که تنها 10^80، این عدد خیلی کوچک به نظر می آید. اما باید در نظر داشت که توان 80 توان بسیار بسیار قدرتمندی است. حال به عدد معروف گوگل می رسیم. 1 گوگل برابر 10^100 می باشد. یعنی 1 و 100 در جلوی آن. البته این نام برای همگان آشناست، چون نام موتور جستجوگر اینترنت می باشد و به شکلی نمادین نشان می دهد که همه چیز را در گوگل می توان یافت. در نگاه نخست می توانیم بگوییم که بین 10^100 و 10^80 که اندازه تعداد ذرات زیر اتمی در کیهان قابل دید می باشد، تنها به اندازه 10^20 اختلاف داریم. اما فراموش نکنیم که این یک عمل ضرب می باشد. 10^20 یعنی 100 میلیارد میلیارد. یعنی برای داشتن 1 گوگل از ذرات زیر اتمی باید به اندازه تعداد برنج های شطرنج سیسا کیهان داشته باشیم. 1 گوگل پلکس عدد 10^1 گوگل می باشد. یعنی 1 و به اندازه 1 گوگل صفر در جلوی آن. عدد گوگل عدد بزرگی است، ولی می توانیم آن را بنویسیم. یعنی 1 و 100 در جلوی آن. اندازه صفرهای 1 گوگل پلکس برابر تعداد ذرات زیر اتمی موجود در 100 میلیارد میلیارد کیهان می باشد. یعنی عددی است که نمی توان آن را نوشت. حتی اگر بر روی هر ذره زیر اتمی 1 صفر خیلی خیلی کوچک بنویسیم نیز جای کافی برای نوشتن این عدد در کیهان نخواهیم داشت.
برای به پس راندن خرافات در سرزمینمان دانش به زبان ساده را به پیش رانیم. مشترک کانال ما شده و ما را در این مهم یاری دهید.